سلام میکنم. یه روز عرض کردم که ما تا از خودمون بیرون نیاییم نمیتونیم حقایق عالم رو ببینیم. آدم متکبر اصلا چیزی نمیتونه ببینه به هیچ وجه. شما فقط خودشو میبینه. بچه ها یه مقدار بیاید نزدیکتر بشینید. آره بیاین جلوتر که هر کی اومد همون عقب بشینه. خدا خیرتون بده. بیاین یه ذره حواستون رو جمع کنید ببینیم چیکار داریم میکنیم. آره جلسه اومدن ثواب نداره، اینو بدونید. اینا که این حرفا رو میزنن اینا فکر کردن خلاصه دین یه مجازیه و اصلا یه میای جلسه ثواب میبری. اگه تونستن توضیح بدن یعنی چی من بهتون جایزه میدم. اینجوری نیست. توجه کردنه که میتونه شما رو رشد بده، شما رو به کمال برسونه. حضور فیزیکی که انقدر آدما کنار انبیا بودن بویی از معرفت انبیا نبردن. اینجا که انبیا خبری نیست، خودمون دور هم جمع شد. دور خود پیغمبر بودن، خدا رو نشناختن، نتونستن خدا رو ببینن. یارو تو تمام تکبر پیغمبر هم نمیتونه ببینه، چه برسه خدای پیغمبر. حالا یه جلسه میایید نمیدونم 100 جا قبلش قول دادی، همش کله تو گوشیه، کی زنگ میزنه کی نمیزنه، این خسته میشه اعصاب، معلوم نیست چیکار میکرده طرف. این جلسه اومدنه که من نمیفهمم مفهومش چیه. مثلا طرف اینجا نیست، مثلا اینجا نیست، طرف تو جلسه نبوده. خیلی هم خطرناکه اینجوری جلسه رفتن، چون بعد چند سال میگه ما هیئت هم رفتیم خبری نبود. به هیئت نرفتی یا اومدی مثلا برای بعدش رفیقاتو ببینی یا نمیدونم دلت اونجا نبوده. از لباس پوشیدن بعضی یا طرز نشستنشون معلومه که هیئت نیومدن، جلسه نیومده، اصلا پیش ما نیست، معلوم نیست کجاست. حالا ما که سر در نمیاریم، برجه که کسی هم نمیخوایم بذاریم. اینقدر بودن بزرگان که طرف میرفت تو جلسهش بهش میگفت داشت کجایی؟ تو اتوبوسه که تو راه میومدی موندی، توی تصویری یه جایی گیر کردی، جا موندی یه جایی، مثلا اینجا نیستی. اینه که اینجا هم که غیر حرف اصلا هیچی نیست. من تعجبم، حداقل جلسه ما ثواب نداره جلسه، یعنی اینجا برای ثوابش کسی نیاد دیگه، برید جلسات دیگر اونایی که ثواب داره جلسهشون. مثلا یه چیز خیالی از دین، یه چیز خیالی درست کرده. مثلا فهم کنی میاد اینجا میگه بعد ببین خیلی فرقه تو که اومدی با اون که نیومده. چی میگه خیلی فرقه؟ اگه با توجه نیومده بودی تازه تو اوضاع خرابتره. میگه زیارت حضرت معصومه بهشت به آدم واجب میکنه، اما حق معرفتها بشناسیش. واسه اینکه دیگری رو بشناسی باید خود بیای بیرون. ما همین هیئت هم که میام حواسمون به خودمونه، مواظبیم. مثلا یه جوری لباس میپوشم دیگران مثلا اینجوری نشن. خب فکر دیگرانی دیگه داری، حتی فکر میکنی، یعنی میدونی چی میگم، داره خودش از نگاه دیگران حفظ میکنه، چون نگاه دیگران رو میبینه. بابا تو هنوز داری خودتو میبینی. بازم بیا بیرون از این چیزا، بیا بیرون. آقا هیچ خبری نیست. میگی چی میگم؟ از خودت بیا بیرون، نه ترسی چه اتفاقی برات نمیفته. چون الان هم فکر میکنی خودتو حفظ کردی، یکی دیگه داره حفظ میکنه. نشستنمون، بلند شدنمون، حرف زدنمون، جلسه رفتنمون، شونه زدن به موامون، ادکلان زدنمون، نزدنمون، دوش گرفتنمون، نگرفتنمون، همه کارامون واسه حفظ خودمونه، چون داریم خودمون رو میبینیم. بابا بیا بیرون، یکی داره حفظت. مفهومش نیست این کارا رو نکنا، اصلا مفهومش این نیست. همین که همش حواست به خودت، هی میخوای آقا اگه ازند کسی در امان باشیم دیگران هم فکر بد نکنن، همچینه، هی مواظب خودشه، چون خودتو داری میبینی دیگه، اینجوری داری مراقبت میکنی دیگه. بیا بیرون، آقا هیچ خبری نیست، هیچ خبری نیست. ما بعضی وقتا فهم میکنیم تو خیابون همه دارن به ما نگاه میکنه، هیچ کی بهت نگاه نمیکنه، هیچ کس بهت نگاه نمیکنه، تو داری به اونا نگاه میکنی.
و تا فکر میکنی و تا به اونها نگاه میکنی فکر میکنی اونا هم دارن به تو نگاه میکنن. کسی بهت نگاه نمیکنه، خودت داری به خودت نگاه میکنی. تا هم به خودت نگاه میکنی دیگری رو نمیتونی ببینی. این که چیز عجیبی نیست که همه دنیا شده آینه، تو همه آینه ها داریم خودمون رو میبینیم چون ما دوست داریم اینجوری باشه. یه دقیقه از این حال بیا بیرون، از خودت بیا بیرون، ببینی خیلی چیزا واسه دیدن هست، خیلی چیزا واسه شنیدن هست. دینم یه امر خیالی نیست. حالا راجبش میگم، بذار موضوع دیشبو بگم چی بوده بعد براتون میگم. این دینی که الان تو ذهنیت شماست یه دین خیالیه. همین که فکر میکنی میای اینجا ثواب میبری، مثلا اینکه اتو مثلا یه حساب بانکی داریم ما، مثلا ما میریم فلانجا یه پولی میدیم، مثلا یه پولی میریزن تو حساب ما. چرا فکر میکنی اینجوریه؟ مثلا ثواب یعنی چی؟ فهم میکنی یه حساب بانکی پول میریزن توش، میگه مثلا 2000 تا ثواب بردی. خارج از خودش میبینه ثوابو، اومده هیئت رفته میبینه تو زندگیش هیچ تغییر ایجاد نشده، بعد میگه نه ثواب داری. یه جایی دست ما رو میگیره. کجا دستتو میگیره وقتی اینجا دستتو نگرفته؟ ثواب یه تحول تو درون تو، یه ارتقاء، یه رشد، یه حال در درون تو، یه تقرب در درون تو به خوبی ها، نزدیک شدنت به خوبی ها، دور شدنت از بدی ها اتفاق میفته. همون لحظه احساسش میکنی. اگه دیدی خبری نیست قطعا سقوط کردی، چون یه نعمتی رو کفر کردی، یه تایمی رو سوزوندی. انسان یه چیزی نیست که یه جا وایساده باشه بگه حالا امرو کاسب نبودیم، نرفتیم بالا ولی پایینم نه. انسان یا داره میره بالا یا داره میره پایین، از این دو تا حالت خارج نیست، چون بی نهایت نعمت آن به آن براش داره تجدید میشه. هی داره دوباره دوباره. شما نها کن این لامپو میبینید اینجا، شما فهم میکنید مثلا این لامپه یه نور مداوم الکتریکی توش این روشنه؟ نه، نور آن به آن داره میاد، روشن میشه، خاموش میشه. منتها انقدر سرعت بالاست ما نمیتونیم اینو ببینیم، همیشه روشن میبینیمش، با اینکه این با یه سرعت خیلی زیادی داره خاموش روشن میشه. منتها انقدر سریع این اتفاقه ما اون خاموش شدن رو نمیبینیم، چون همیشه روشنه. دقیقا حال خود انسانه. بی نهایت نعمت آن به آن داره واسه تمدید میشه. شما در بی نهایت نعمت غرقیم دیگه، ماها در بی نهایت نعمت غرقیم. خب این بی نهایت نعمت آن به آن داده واسه ما تمدید میشه، یعنی بی نهایت. الان این ثانیه در اختیار ماست، ثانیه بعد دوباره تمدید میشه، دوباره تمدید میشه، دوباره تمدید. یعنی بی نهایت نعمت هر لحظه در اختیار ماست. خب قدرشو اگه بدونیم، لئن شکرتم لازیدن نکم، تو زیاد میشی، تو میری بالا. از این نعمت استفاده کنی تو میری بالا، نه که نعمت زیاد میشه. اون که دیگه یعنی زیادی بی نهایت مگه معنی داره بگی بیشتر از بی نهایت؟ مثلا معنی نداره بیشتر از بی نهایت، که تو میری بالا، تو رشد میکنی، تو به فهم میرسی. حالا اگه این بی نهایت نعمت بود و ما کفرش کردیم، بهش توجه نکردیم، نسبت به شرک ورزیدیم، خاک ریختیم روش، رو به روش وایسادیم، کافر شدیم یا مشرک شدیم، بعد چه اتفاقی واسمون میفته؟ قطعا داریم سقوط میکنیم دیگه. پس این نیست که یه جا وایسادم که، یا داری میری بالا یا میری پایین. این جلسه اگه چیزی گیرت اومد، که البته همش هم بستگی به خودت داره، اصلا ربطی به گویندش هم نداره، چون خیلی وقتی طرف میره میگه بریم ببینیم حاج آقا چی میگه، اصلا حاج آقا کیه؟ همینجا میای میشین، یه پیرمرد میاد کنار دستت، میبینی که تو تکیه دادی، اون نشسته مؤذن بالا میشه میگه حاجی تکیه بده، تموم شد. این چی اتفاقی که باید واسه تو میافتاده افتاده، اون چیزی که باید میگرفتی تو گرفتی. منتها وقتی یه امر خیالی بدونی جلسه رو، فکر میکنی بیای اینجا شرکت بکنی، اتوماتیک ثوابی واسهت میریزن تو صندوق، مثلا چیز دیگه، صندوق ذخیره ارزی، یه پولی میره اون تو دیگه. قیامت هم بعد میان صندوقا باز میکنن، قلکاتو میشکنن، میگن مثلا 1 میلیارد شما ثواب داشتی. اینا تخیلات، اینا خیاله، اینا اشتباهه. یه امر واقعی رشد، معرفت، کمال، چه میدونم، اینا یه امر واقعیه، یه اتفاق واقعیه.
شما بری باشگاه، همین فقط بری باشگاه، صرف رفتن باشگاه باعث میشه که تناسب اندام پیدا کنی؟ نه، شما باید بری باشگاه تحت نظر یه مربی متخصص، شروع کنی تمرین کردن، هر هفته هم یه آزمایش بدی، آزمایش خون بدی، ببینن آقا چربی بدنت چقدر، آب بدنت چقدر، چقدر نیاز به پروتئین داری، چه اتفاقی برای بدن، چقدر عضله ساختی، چقدر عضله سوختی، باید همه اینا معلوم بشه، قشنگ تحت یک برنامه تمرین کنی، اونجا هم زیر فشار قرار میگیری، وزنهای مختلف، چه میدونم حرکات مختلف انجام میدی، نتیجهش میشه رشد. این که ما رفتیم باشگاه نشستیم، آقا ما نمیدونیم چرا لاغر نمیشیم. خب بعد تو بری تو باشگاه بشینی لاغر میشی مگه؟ و چی بعد لاغر بشی؟ تماشای وزن زدن دیگران که بازوی تو رو رشد نمیده که. پیغمبر یه آدمی در تناسب بی‌نهایت، در یعنی در متناسب ترین شکل ممکن از نظر روحانی، اون حقیقت وجودیش. این همه آدم هم کنار دستش بودن، فایده ای کرد؟ شما بدنی کنار یه آدمی که فیتنس کار میکنه، مثلا بدنش همه کات میزون درست درجه که برو بغلش وایسا، این ربطی به مثلا ماهیچه های شکم شما داره تغییر میکنه؟ ماهیچه های شکمت چرا یه همچی خیالی کردی که همین که صرفا بیای جلسه یه چیزی گیرت میاد؟ کی گفته؟ بابا کربلا 61 که هجری، شم رفته، زهیرم رفته، عمر سعد رفته، مثلا حبیب ابن مظاهرم رفته، خولی رفته، مسلم ابن اوسجم رفته. خب باید ببینید چی کار کرده اونجا. یه کسی یه حرکتی کرده اونجا رفته در اوج وایساده، یه کسی یه حرکتی کرده اونجا رفته در حضیض وایساده. بستگی به خودش داشته دیگه. حالا پس میخوام بگم اگه جلسه میای با توجه و حواس جمع که یه اتفاق بیفته، ولی مثلا طرف از صبح صد جا بوده، چه میدونم، به من میگه واجه من نماز میخونم حضور قلب نرم. گفتم مثلا حضور قلب، حضور قلب، شما فرض کن از صبح پا شدی، از صبح شما هر کی هر چی به تعارف کرده بخور، هر کی هر چی تعارف کرد، رفیق شیرینی فروشی رفتی دو تا شیرینی، آقا بخور یه لقمه آقا شیرینی، لبنیاتی رفتی این پنیره رو تست کن، تست کن، برو فلانجا ناهار و صبحونه و شام هم که میخوری بریز تو این. خب بعد شب میخوای بری مهمونی، هی نشستی به خودت میپیچی، حالت میگن چیه چته؟ میگی معدم ریخته به هم، از صبح 40 مدل غذا ریخته توش، حالش بده، تو مهمونی هم نشسته، تو مهمونی نیست، هی میخواد پاشه بره، میگه حال به هم خوردگی دارم، این معدم داره میجوشه، اسیدش نمیدونم چی شده، حالش خوب نیست. آقا این مخ تو از صبح وا کردی همینجوری بریزن توش به هزار قصد. امیرالمومنین فهمود اون چیزایی که میشنوید اکثرش چیه؟ باطله. این یک جمله جامعه شناسیه، میدونه چه خبره تو جامعه، انسانو میشناسه. خودتون از امروز، از صبح الان، از صبح تا الان هر حرفی شنیدید برید یه جا یادداشت کنید، بررسیش کنید. خیلی هم نمیخواد متن خشخاش بذاری، یه سرچ کن تو گوگل، کاری نداره که، یه سرچ بزن تو گوگل، میبینی 90% چیزایی که از صبح شنیدی حرفای دروغه، مثلا واقعیت نداره. خیلی شعارهایی که رو دیوارا میبینی دروغه، اصلا مال اون، مثلا میگن آقا این جمله رو مال فلانی، اصلا اون فلانی روحش هم خبر نداره، این جمله نگفته. مثل جناب کوروش، جناب کوروش خیلی هم آدم حسابی بوده، من فکر میکنم مثلا شاید از انبیاء الهی هم بوده، یه نظریه جوری هم هست. بعضی هم میگن نه آدم خوبی بوده، بعضی هم میگن نبوده، حالا اصلا کار ندارم، به هر حال انرژی منفی ازش نمیگیرین، ولی والا از جناب کوروش نمیدونم مثلا چیزی که مونده بشه یقینی بگی اینا از اون مونده، فکر نمی کنم 10 صفحه مطلب بیشتر بشه، تازه همونم معلوم نیست، ولی حالا دیگه بگی مثلا در این حد. اما شما میتونید تو دهن مردم، تو اذهان مردم، تو مکتوباتشون، حتی فضا مجازی که اصلا جای خودش، حداقل 10 جلد کتاب از کوروش میتونید شما جمع‌آوری بکنید که اصلا روح اون بیچاره هم خبر نداره از این جمله ها. جمله مثلا مال ماندلاست، زیرش میشه کوروش کبیر. جمله مثلا مال چه میدونم مثلا علی شریعتیه، مثلا نوشته کوروش کبیر.
یه ضرب المثل از نش کوروش. اینا جنبه تازه مثبتشه که یه حرف مثبتی رو پیدا کردن، یه آدم مثبت تو ذهنشون بوده نسبت دادن به اون. این تازه اتفاق خوبشه که افتاده. دروغای فراوون، طرف میخواد تحلیل کنه مثلا مسائل سیاسی رو، یه جمله نقل میکنه مثلا از صدر اعظم آلمان، صدر اعظم آلمان روحش هم از این جمله خبر نداره، میگه مثلا هیلاری کلینتون در کتاب فلان اینو نوشته، خودش هم میدونه که از کتاب نمیخونه، مثلا یه جمله و یک کاراکتر واقعی، هیلاری کلینتون یه آدم واقعیه، یه کتابی هم نوشته، منتهی میدونه نمیرن مردم بخونن، گفته هیلاری کلینتون در کتاب فلان اینجوری گفته، کتابو زیر و رو کن این جمله رو پیدا نمیکنه. یا اون جمله معروف بود هانتینگتون بود که بود میگفتن، گفته شیعه دوتا بال داره بود فوکویاما، اصلا دروغ، اصلا مال فوکویاما هم چی حرف اصلا نزده، اصلا نمیدونه ما کییم، شیعه دوتا بال داره، نمیدونم یه بال شهادت، یه بال انتظار، یه بال چیه، بال سبز فلانو، اصلا بابا یارو یه همچی جمله‌ای نگفته، یه نفر گفته فلانی این جمله رو گفته، بعد بردن تو کتاب مدرسه نوشتن اینو، اونا دیگه چقدر معلومه تحقیق میکنن تو آموزش برابرش، که یه جمله که دروغ اصلا مال طرف نیست و بردن تو کتاب بچه مدرسه. میخوام بگم یعنی اینقدر تازه عصر رسانه است، این همه نرم افزار سرچ در اختیارتون، میتونید سر این همه کتابخونه الکترونیکی میتونید جمله رو سرچ بکنید ببینید جمله مال فلانی هست، میتونید سوال بکنید از طرف. من مثلا استوری کردم توی صفم که آقا جلسه فلانجا مثلا امشب فلانجاست، بعد مثلا میرم تو دایرکت ها میبینم 10 نفر نوشتن امشب جلسه ندارید، بابا یارو حال نداره استوری تو نگاه کنه، این میره سرچ کنه، کتاب سرچ کنه. خب جمله دروغ میگه، اکثر چیزایی که میشنوید دروغه چون غرض و مرض قاطیش شده، یعنی همراه با کلمه یه تپه غرض و مرض میاد تو مخت، یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا کله رو با کردی از صبح اجازه می، تو تاکسی میشیم دیدی اصلا یکی از مراکز تحلیل سیاسی در ایران تاکسی هست، هیچ میشینن همه شروع می، همه متخصص همه چی هم هستن. من یک اتفاقی افتاده، یه آقای مثلا مدعیه که یک طبی و بلده، اسمش هم گذاشته حالا طب اسلامی، خودش میتونه حرف خودش دفاع کنه، اون من تو چیز اون بحث اون نیستم اصلا. من نوشتم مثلا یه کتابی رو هم که علم جدید بوده سوزونده، بعد من نوشتم داداش این راش نیست، سوزوندن کتاب اگه مد بشه بعد کتابا ما هم دیگران شروع میکنن سوزوندن، کتاب سوزی رو مد نکنه، فردا هر کی یه کتاب قبول نداره برداره آتیش بزنه، اگه نقدی داری عالمانه نقد کن. بعد دیدم یه خانمی اومده واسه من پیغام فرستاده، حتما چه میدونم شاید طبیب بوده یا هرچی بوده، نوشته بود شما مثلا، حالا این جملاتش یادم نیست، این که مثلا شما اصلا اندازه این نیستید که بخواید مثلا این کتاب علم طب رو نقد کنید، سواد میخواد، بعد اینجوری باشه اونجوری باشه اونجوری باشه. بعد من رفتم پیامای قبلیشو خوندم، دیدم یه جام یه چیزی راجع به قرآن نوشته که مثلا قرآن نمیتونه اینجوری باشه اونجوری اینا، بهش جواب نوشتم، نوشتم بزرگوار من که نوشتم نقد کنید یعنی نقد علمی، یعنی کسی که علمشو داره بره نقد کنه، من که تخصص پزشکی ندارم، که من که خودم نمیخواستم نقد کنم، تاش من انتقاد دارم اونم به سیستم پزشکی کشور، چون رفتم بیمارستان بیمحلی‌ها رو دیدم، بدرفتاری‌ها رو دیدم، خوش رفتاریش هم دیدم، کار ندارم، اون انتقاده. خب طرف میگه آقا بنده به این عمل کرده پرستاراتون یا طبابتتون یا این پول، ما یه بنده خدا دستش شکسته بود رفتیم دکتر 20 بار منو فرستاده برو صندوق اینو حساب کن، یک قرون یک قرون حساب کن بیا، خب بابا یه دفعه این کارشو تموم کن، یه لیست به من بده بگو برو آقا 200 هزار تومن اونجا بده بیا، 20 تومن بده ویزیت، بعد 30 تومن بده بره عکس فلان بگیره، 40 تومن برو بدنم چی بگی، 100 انقدر بده برو گچ فلان بگیر، بابا چه چه منو میپسی، یعنی هر کی میره بیمارستان یه دو نفرم باید باش برن که هی برن هی یه قبضیو بدن بگیرن، یه دفعه کار. این انتقاده، ربطی به اون انتقاد علمیه نداره. بعد نوشتم ولی خانم محترم ظاهرا شما تو دین متخصصی، چون دیدم چند تا خط بالاتر یه نقدی هم به قرآن و این برداشت ما قرآن نداشتید، یعنی اگه من نمیتونم شما را نقد کنم چون تخصصش ندارم، ظاهرا شما تخصصش رو داری،
میتونی ما رو نقد بکنی. و یعنی الحمدلله در تخته به هم جوره. اگه منتقدی بعضی آخونده سواد علم طب ندارن، طب دارن نقد میکنن، تو خودت هم سواد دین نداری، داری دینو نقد میکنی. بعدم دیدم خیلی جالب زیرش نوشته بود که ممنونم از تذکرتون، رو بهش فکر میکنی. دودم چه خوبه، مثلا حرفو قبول میکنه یکی. باری که الله اگه تخصص نداریم توی چیزی بحث نکنیم. خوبه؟ حالا تخصص نداریم، تخصص نداریم، میریم میشینیم پیش یکی بدتر خودمون، اجازه بهش میدیم هر حرفی رو با هر غرض و مرضی تو مخ ما بریزه. از صبح نگاه بکنید تحلیل های سیاسی که بهتون دادن راجع به تیم فوتبالمونو، قیمت ارز در آینده و بالاخره چی میشه، این سوالی که هر کی منو میگید حاجی خواه چی میشه، مثل که مثلا من علم غیب دارم چه میدونم چی میشه، بعد نمیدونم چی میشه و نمیدونم کیست رد صلاحیت شد، کی تایید شد، موشک کجای هواپیما خورد، هواپیمای چه جوری، اصلا یه جوری بعضی تحلیل میکنن. خود خلبانه اگه الان زنده بشه برگرده نمیتونه اینقدر قشنگ تحلیل کنه که چه جوری پا شد، کجا تیر مثلا موشک بهش خورد، چرا خورد، چرا نه. یه بساطی بعد وسط این حرفات طور غرض و مرض، یعنی یارو هر عقده ای از هر کجا داشته خالی کرده، مثبت و منفی. دیدید که تو مثلا فضا مجازی دیدید همه لشکر دارن، یه دفعه یه لشکر به یه تیم دانشجو بودن، یه طرحی رو اجرا کرده بودن یه جایی، نمیدونم چی، این طرح خیریه اینا، من حالا خیلی بهشون کلا به این طرح اینجوری خیلی اعتماد ندارم، به یه جهاتی که حالا پول جمع کنیم مثلا یه کار خیری کنیم، اینو من نمیفهم یعنی چی. حالا من مسئولیت پول یکی دیگر رو قبول کنم، آقا تو بیا پول تو بده من برم کار خیر کنم، خیلی مسئولیت سنگینیه. من دیگه خیریه‌ای که خودم باشون ارتباط سنگین دارم میبینم فلان، اگه یه بارم یه چیزی براشون بذارم بگم آقا بیاد کمک کنید، تصمیم نمیسن ملت پیگیری کنید، پیگیری کنید ببینید پولتون چی شد. خودم هم ده بار زنگ میزنم آقا این پول چقدر پول اومد تو حساب، میگه این تو بر چیکارش کردین، گزارششو بدین به مردم، گزارش بدین معلوم شه. چون اگه دو بار پول بدی نفهمی چی شد، دفعه سوم کمک نمیکنی، بار منفی میده دیگه، میگه چی شد پول قبلیه، باید گزارش بده. ولی خیلی سرش که درد میکنه برای مسئولیت که بیاد پول بقیه جمع کنه بره کار خیر کنه، چون بالاخره مسئولیت این پولو گرفتی. میگه چرا واسه این جهاز خریدی واسه اون نخریدی، چرا بیشتر تحقیق نکردی که نیازمند ضروری تری بود، تو حواست نبود به یه کسی که ضروری نبود کن. اینا همه حساب کتاب داره، خیلی مسئولیته. آقا شما یه پول رو زمین ببینی ورداری، از نظر انسانیش مدت‌ها باید بری اونجا اعلام، باید اعلامیه بزنی عجیب خودت، نه رو اون پوله که پیدا کردی، اعلامیه بزنی که آقا یه پول اینجا پیدا شد، این شماره تماس منه، بعد بری اعلان کنی اطراف، بری بگی فلان. یعنی اگه فکرشو بکنی دست نمیزنی، میگه خیلی مسئولیته. حالا اگه کسی سرش برای مسئولیت درد میکنه، باید ببینی چشه، یه چیزیش میشه که انقدر سرش درد میکنه برای مسئولیت. بعد من دیدم اینا ریختن سر من که آقا شما بیا اما حمایت کن. من به یکیشون گفتم آقا من این کارا نمی کنم، من این کارا من نیستم. بعد من یه دفعه دیدم آقا حمله شده، مثلا 100 نفر اومدن تو صفه، بعد با یه ادبیاتی دیگه، اینا مسئول همه چی هم هستن دیگه، میدونید که بعضی احساس میکنن که وظیفه دفاع از همه چی رو دارن، حقوق بانوان، حقوق حیوانات، حقوق انسان‌ها، حقوق بین الملل، سرمربی تیم ملی چی باید بشه، اینو بعد با اس پیگیری میکنم. بعد مثلا طرف اومده من میگه شما چرا اینو میگی، اینو بگو. گفتم خب شما برو خودت بگو، اگه تو تشخیص میدی من چی باید بگم، پس تو خوبی، تو بیا برو بگو، چرا من بگم. اون وقت که ملبس بودم یه هیئتی یه شهرستان ما رو دعوت کردن تو آمریکا، بعد اینا بزرگتراشون با جووناشون اختلاف داشتن تو موضوع سخنرانی، بعد جوونا میادن میگن حاج آقا راجع به این فقط باید صحبت کنی، پیر مردم میادن آقا حرف اینا گوش نکن، راجع به من هم دعوا دارم. من هم عمر در بودم گفتم آقا اینو بگیرید یکی بذاره بره سرش بره اون بالا، هر چی دوست داره بگه بگه، بیایید بدید من میخوام برم قم. ظاهرا شما هم از من بهتر میدونید چی باید بگید چی نباید بگید، خودتون ماشاءالله عالم، به من چه احتیاجی دارید، خودتون برید سخنرانی کنید. تو سنگتو میخوای بدی دست من، میگی سنگو میدم به تو، تو برو بزن تو سر فلانی، بچه گیر آوردی خودت برو بزن. میخوام بگم تو اجازه میدید کسی که متخصص نیست بشینه راجعی امر تخصصی که متخصصی که
20 سال درس خونده 10 سال تجربه داره 1000 ساعت باید کار علمی کنه که بتونه راجع به اون موضوع نظر بده. تو اجازه میدی یه آدمی که تخصص نداره 1000 دقیقه راجع به این موضوع فکر نکرده هر چرندی رو به اسم تحلیل به تو بگه، غرض و مرضش هم قاطی بکنه تو حرفاش بده به تو. شما وقتی غذای کیو میخوری سلیقه‌ش رو داری میخوری دیگه، اون گفته چقدر این غذا نمک داشته باشه، چقدر فلفل داشته باشه، چقدر آبیشن داشته باشه، چقدر مثلا زردچوبه توش باشه، چقدر روغن باشه، اون گفته چی توش باشه، اون داره اونو میریزه سلیقه‌ش رو تو معده تو. 20 سلیقه مختلف بریزن تو معده دل پیچه میگیری. مغزت هم همینه، تو مغزتو دادی دست 100 نفر هرچی دلشون خواسته ریخته توش. بعد چپا میشی میانجا میشینی هیات پیش من ببینم مغزت رو دل کرده، بعد من هرچی میگم یه چیز دیگه میگیری. میدونی چی میگم؟ اول باید مخته تبابت کنم، الان ببین اون وقتا دارم این کارو میکنم که مخته رو تمیز کنم، هرچی توشه بریزم بیرون، بعد بگم خب آقا بسم الله بیا 2 دقیقه با هم فکر کنیم، که وقتی قرار شد فکر کنی سرگیجه نگیری. دیدید تو مهمونیم که دل پیچه داره؟ اگه همه ساکت بشن این اذیت میشه، چون تو شلوغی باید این دل پیچگیشو مخفی کنه، با رغور شکمش تو شلوغی باید مخفی شه، همه شلوغ بازی در بیارن هم میتونه این ورون برد بشه و یه مثلا یه لیوان آبی بخوره اینا. اگه همه ساکت بشن میگه آقا یه چیزی بگین، خب این میخواد دل پیچشو مخفی کنه. من میگم 2 دقیقه سکوت، نمیتونی چون تو مخت پره، 20 نفر سلیقه‌شون ریختن تو مخت، خب نمیتونی. هر کدوم میان یقتو میگیرن کار دارن بات، یقتو میگیره میگه من به این مطلب من فکر کن، رو ول کن به این فکر کن تو مخت ها. بعد منم بهت گفتم 2 دقیقه خودت باش، نمیتونی خودت باشی. میگیری من اونی که میخواد بری یک جلسه علمی حداقل 2-3 ساعت قبلش ریلکس میکنه، یه گوشه میره میشینه، نمیذاره کسی بره رو مخش، آرامش پیدا بکنه که بتونه بش آقا خودش شنیدن. من دیروز همه بحثم این بود که دیدن هنره، فکر میکنی چیزی داری میبینی. تو اگه چیزی دیده بودی که حالت این نبود. داداش اگه یه کوهو بتونیم ببینیم که حالمون این نیست، ما که حالمون خرابه چون ندیدیم، ما خودمونو داریم، دنیا آینه شده خودمونو فقط توش میبینیم چون ما اینو خواستیم. ما همه جا حواسمون به خودمونه، به تیپمون، به جسممون، به عنوانمون، به شأنمون، به آیندهمون، به جیبمون، داریم مراقبت خودمون میکنیم. من آدم رها کم دیدم که فکر خودش نباشه. بازیشو چرا یاد گرفتن یه سری بازی در میارن؟ مثلا یه کسی مثل انشتین میگن بهش، درستش چجوریه؟ آینشتین میگن؟ آره حالا همین که میشناسین دیگه. چون یه بار گفتم آینشتین یه ده خندیدم، بعد میگم من نمیدونم چی بگیم به یارو. بابا همین بنده خدا بود، موهاش بلند بود، آلمانی بود، رفت امریکا زندگی کرد، این همه قوانین رو کشف کرد تو این عالم، آدم باسوادی بود، ملا بود تو علم خودش. این یه کت مندرسی میپوشید. بعد طرف تو امریکا بهش گفته بود آقا مثلا شما استاد تمامت نام چی هستی، چی این چه لباسی؟ گفته بود خب دیگه من که اون که گفتی هستم دیگه، کسی با لباسم کاری نداره. که میگه با همون کته تو اروپا دیدمش، بهش گفتم شما که باز این تنتونه. گفت کسی من نمیشناسه اینجا که. آقا دنبال خودش نیست، اومده خودش بیرون، هم که تونسته کشف کنی یعنی خودش اومده بیرون. این ادا در نمیاره، ولی الان اداشو خیلی در میارن، دیوونه بازی در میاره، بهش میگه نه من چش مردم برام مهم، اتفاقا واسط مهمه، این کارا رو میکنه نگات کنن. تو داری دیوونه بازی در میاری نگات کنن، فرق میکنه با اونی که دیوانه است، حواسش به خودش نیست، کاری با خودش نداره. دیدید بعضی وقتا دیوانه ها یه جمله میگن، اونا که از ما بهشون میگیم دیوانه، که دیوانه نیستن که. دیوونه اونی که آخرتشو به دنیا میفوشه، به اون میگن دیوونه. اینا بعضیاشون زیادی دارن یا مریضن، مثلا یه میدونی جسمه یه نقصی داره، نمیتونه بکشه، حمل نمیتونه بکنه اون میزان فهمو، یه ذره قاطی میشه داستانشون. ولی خب اینا معمولا حواسشون به خودشون نیست، یه وقت یه جملاتی میگن میبینی عجب جمله حکیمانه ایه. بله بله تو خودش نیست، جمله حکیمانه میگه. چرا زعو مثل دارید شما تو فارسی میگید که حرف راست از بچه بشنو؟ چون بچه حواسش به خودش نیست. کی دروغ میگه؟ اونی که میخواد خودشو حفظ کنه.
بچه اصلا برایش این اهمیت نده که تو راجبش چی فکر میکنی. وسط حال میگیره میخوابه، خوابش میاد میخوابه، هر کجا باشه میخوابه. بد نشه من اینجا خوابیدم، برایش اهمیت نداره. خوش راحت میکنه، میخوابه، دستشویی میکنه، هر چی میخواد بهم داره میخوره، هر چی بهش نده زار زار گریه میکنه. آقا اینجا زشته بده، چون خودشو نمیخواد مراقبت بکنه. بعد چون مراقب خودش نیست، یعنی بیرونه داره میبینه. یه وقت میبینی یه حرفی میزنی راست راستشو میگه و حرف حکیمانه میزنه، از خودش بیرونه دیگه. ما مشکلی که همش مواظب خودمونیم، در و دیوار آینه است، ما مواظب خودمونیم. تو اینا هی خودمون رو نگاه میکنیم، تیپم خوبه، جسم خوبه، حالم خوبه، دستت درد. ما مواظب خودمونیم. دیرو بحثمون این بود که شنیدن هنره، دیدن هنره. اگه بتونی یه دونه گلو، یه دونه گل، یک موج دریا، یک روشن خاموش شدن ستاره، سوسو زدن ستاره، یک نسیم، یک برگ درخت، یه حرکت مورچه، یه پرواز پرنده، یه دون، یه قطره بارون، یه ذره برف، یه گیاه توی بیابون، یه درخت توی دشت، یه دونه اینا رو بتونی ببینی، بتونی واقعا اینو ببینی، یه جوری مست میشی که قیامت هم از اون مستی بیرون نیای. فهوه فی عیشت راضیه. مؤمن قیامت کجاست؟ فی عیشت راضیه. اصلا قیامت نمیتونه، قیامت نمیتونه مؤمن رو به هم بریزه. اصلا نمیبینه قیامت رو، خودشه، خودش قیامته، چی رو ببینه؟ میگیری چی عرض میکنن؟ خب اینا که حرفای دیروز. ببین اشکال ما تو دیدن چی بود؟ ما حقیقت رو هنوز ندیدیم، چون خودخواهم، مواظب خودمم، توی میکروفونم مواظب خودمم، دارم از خودم حفاظت میکنم با کلماتی که پیدا میکنم و میگم، توی این لباسه دارم از خودم حفاظت میکنم، تو تصمیماتم دارم از خودم حفاظت میکنم. اون وقت تمام رفتارهای من میشه رفتارهای خیالی، مجازی، حقیقت توش نیست. اومدم هیئت، هیئت نیستم، دارم حرف میزنم، حرف نمیزنم، دارم صد درست میکنم برای حفاظت از خودم. دارم سخنرانی میکنم؟ نه. دارم بیزینس میکنم، دنبال پولم، دلبری کنم، جیب یارو بزنم، سخنرانی نیست که. فکر میکنی داری سخنرانی میکنی؟ موامو دارم شونه میکنم؟ نه، تله دارم میذارم برای بچه ها مردم، مو شونه نمیکنم. اگه بتونی وقتی مو شونه میکنی مو شونه کنی، خیلی جلویی. اگه وقتی داری راه میری راه بری، خیلی جلویی. راه نمیره که، اصلا راه نمیره، ویترین زده همه نگاش کنن، راه نمیره. این وایساده، مطلب رو میگیدین دیگه، چیز اینجوری نگاه نکنی، خدا وکیلی اصلا خورد نکنی، میگیری چی دارم میگم؟ که یعنی اون حقیقته رو دارم میگم. ببین برو در حقیقتش وایسا، داره سخنرانی میکنه، تو برو تو حقیقتش وایسا، میبینی سخنرانی نیست، کاسبیه. داره آدم جمع میکنه که بیزینسش رو تکمیل کنه، میبینی اصلا سخنرانی نیست، میخواد دیگران تشویقش کنن، دنبال تأیید داره میگرده. من دارم به خودم میزنم دیگه، شما به خودتون بزنید. طرف به بچه هاش میگه، فکر میکنه من صبح تا شب واسه کی کار میکنم؟ برای شما. دروغ نگو. همش نمیگم همه دروغ میگه، صبح نری به بابات بگی دروغ نگو بیاد اینجا ما رو بگیره، خدا خیرتون بده. نه، مثال دارم میگم. آقا جنبش داشت. نه ول، آقا اصلا این مثالو ول کنید، ذهنتون رو پاک کنید، من یه چیز دیگه میگم اصلا، ولش کن. بچه جلو آینه وایساده، به خدا شانس نریم. من یه بار رو منبر گفتم، امام صادق گفته رزق و روزی با زن و بچه است. یعنی میخوای روزیت زیاد بشه، رزقت زیاد بشه، به زن و بچت برس. این یه قاعده است دیگه، ارحم طور هم رحم می‌کنی، رحم می‌بینی. اینا بعد چند وقت بعد بابای بنده خدا این بچه جلسه خودمون اومد جلو در هیئت و یقه ما رو گرفت، گفت واش ببینیم اینجا سخنرانی شما. گفتیم آره. گفت این بچه ما میاد اینجا منبر شما. خدا حفظشون کنه، مخلصیم. خب حالا
خب فکر کردم آره تشویق کنه، میگه اصلا وقتی من پام بر شما خیلی آدم منظمی شده، مهربون شده، تو خونه کمک میکنه، کار میکنه تو خونه، پاشو جلو من دیگه دراز نمیکنه، بعد هیچ غلطی نمیکنه، خیلی آدم خوبی شده. گفتم تجهیز میکنه دیگه این، چون بعضی جلو باباشون غلطی نمیکنن ولی یه غلطی میکنه، اون غلط چیزشون چیز میشه، لو میره. اینا که دیگه گرفتین یعنی چی؟ آره بنده خدا سیگار میکشید، بعد دیدم ناراحت شدم، گفت لو رفتم اینا. گفتم مگه جلو بابات کشی؟ گفت نه، قند تعارف که زدم رو دستش. فهمید. گفت این چیه؟ قبلا خودکار میگرفتیم دست لو میرفت، الان دیگه زده رو دست باباش که دست درد نکنه. خلاصه آره، گفت آج آقا این بچه ما خب که میاد هیئت، بعدم که میره یه دیگه هیئت تا صبح، اونجا هیئتش طولانی طول میشه، صبح هم که میخوابه تا ظهر، ظهر هم پا میشه که بالاخره بینه مامانش چی درست کرده، یه چیزی بخوره که بخواد بره باشگاه بعد از ظهر جون داشته باشه. بعد دیروز اومده به من میگه حاج آقای روایت خونده از امام صادق که روزی با زن و بچه است. گفتم خب، گفت فکر کردم یه مطلب علمی میخواد یادم بده. گفت این سهم ما رو بده. به باباش گفت دو تو بغل من روزی میخوری، سهم ما رو بده. گفتم آقا این بچه شما واقعا باید ببینی چی تولید کردی، به جنسش بستگی داره بالاخره، اگر حرف من اینو فهمیده که بره جیب باباشو بزنه که این خیلی بد فهمیده که این سوء استفاده کرده. حالا من این مثال که میزنم نمیخوام دعوا، نه میخوام بگم خودمونو دارم نقد میکنم، بدونی بری تو بعد بری تو حقیقتش میمی داره رقابت میکنه با باجناقه، میخواد رو اونو کم کنه، یه ماشینی بخریم دهن همه تو فامیل باز بمونه به اسم زن و بچه به کام حسادت. بعد این رفتن تاریکیه. بعد میگه حاج آقا میگن عرق کارگر معادل با خون شهیده. کارگر، کارگری که برای کی داره کار میکنه؟ از خودش اومده بیرون داره به خلق خدا خدمت میکنه. تو از خود بیرون نیومدی، تو زن و بچه‌ت هم خرج حسادتت کردی، به باجناقه حسودیت میشه، میخوای روشو کم کنی، داری میری صد جا کار کنی، یه پولی در بیاری، یه ماشین مدل بالا بخری بزنی تو صورت اینا. ببین اینه، یعنی فکر میکنی داری میری کار میکنی، تو داری حسادتتو باد میزنی، داری تاریکیتو بیشتر میکنی. اگه کسی بتونه وقتی راه میره راه بره، این آقا این خیلی کماله، نمیگم تهشه ها، یعنی تو معلومه تو مسیره، وقتی داره غذا میخوره غذا بخوره. تو 90% کافه های ما کسی غذا نمیخوره اصلا، همش نمایشه. میخواد به طرف بگه ببین من چه قوا کلاسم، چنگال و چاقو ببین چه نظمی داره، بعد با چاقو گوشتره میگیره، با چنگال مثلا با این چاقوه میبره، قشنگ این که چند بارم بره بیاد این جداشه این مهمه. بعد مثلا میاره بار میذاره دهنش، مثلا بعد میگی مثلا استیکتون چجوری باشه، میگه آبدار باشه این، چون کلاس کاره خوش باشه این، یه ذره زور بشه آبدار باشه که فلان. آقا اصلا قهوه نمیخوره تو قهوه خونه، انقدر قهوه خونه ها فهمیدن که ما کارامون خیالیه که تو 90% قهوه خونه های قم قهوه گیرت نمیاد، مثلا قهوه ندارن، قلیون میدن با چای، بعد زده قهوه خونه، قهوه خونه ای نیست، کو قهوه، قهوهش کو، میگیدی چی میگم؟ میگم طرف اصلا قهوه نمیخوره، قهوه نمیخوره که این اومده خودشو نمایش بده. مثلا یه جایی زیاد بریم، بعد یه بنده خدایی رو دعوت میکنیم باش قرار میذاریم همونجا، گارسونه میاد میگه چی میل دارید، بگیم همیشگی، اک کلاسی داره، بعد این میفهم که زیاد میاد اینجا برای مطالعه و اینا، جای جذاب. اصلا عجیبیم، همه ی زندگی برای مراقبت از خودمون، و اگه مراقب خودت بشی خودتو به لجن میکشی، برای مراقبت از خودت باید بیای بیرون. اگه کسی هر کاری میکنه در خدمت حفظ خودش باشه، این داره به خودش ضرر میزنه، فکر میکنی داری به خودت خوبی میکنی، تا
تو داری تکبر تو تقویت میکنی، حسادت، اینا عین قده های سرطانی هست، میفتن به جونت، یه جوری میجوانت از درون که دیگه حق و میبینی و نمیبینی، روز روشن و شب تاریک میبینی، شب تاریک و روز روشن میبینی. بعد برات سوال میشه حاجی آقا یعنی امام حسین با اینا حرف میزد نمیفهمیدن؟ آره، شخص امام حسین باشون حرف میزد، میگفتن نمیفهمیم چی میگی، چون گوش و چشماشون رو تو دارالاماره کوفه جا گذاشته بودن، گوش و چشماشون رو تو خزانه کوفه جا گذاشته بودن، تو مناره های دارالاماره جا گذاشته بودن. یه عمر سعد نبود که به طمع ری اومده بود، تمام اونا طمع عمر سعد شدن داشتن و اومده بودن و طمعکار چشم و گوششو جا میذاره و به سیر دنیا میره، برای همین هیچ چی نمیبینه، همه دنیا رو به چرخه هیچ جا رو ندیده، خودشو دیده در همه جا. خودت بیای بیرون، اتفاقی که اونجا افتاده وقتی چشم و گوش نداری همه چیز خیالیه، تمام مناسکی که اجرا میکنی خیالیه. الان ببین دین ما شده یه چیز خیالی، دین واقعی نیست که، دین خیالیه. چجوریه؟ میگه شما نماز میخونی این ثوابو میبری، میگه ببین این نماز رو بخون. چجوری نماز بخون؟ وضو میگیری، وای میسی رو به قبله، الله اکبر، حمدو میخونی و یه سوره هم هرچی بود قل هو الله که معمولی، رکوع سجده تشهد قنوت نماز تمام. بعد میگه خب الان چی میشه؟ میگه خب ببین این معادل این کاری که کردی، به تو دیگه جهنم نمیری، بعد میری بهشت، بعد اونجا رودخونه های شیر و عسل و شراب و اینا هست و باغ و دار و درخت و کیف و حال و تکیه میدی اونجا، برات دورت میچرخن، خدمه حشم داری و اینا، در مقابل چی؟ نمازی که خوندی. حالا یارو رفته نماز خونده، تو نماز اصلا تنها چیزی رو که ندیده خدا، توجه قلبی نداشته. میگه نه، توجه قلبی نداشته باشی نمازت درسته، ولی ثواب دیگه اون وقت نداره. یه خب میدونم این درسته ثواب نه، میگه آره دیگه جهنم دیگه نمیری، ولی خب بهشت هم چیز داره، ولی خب حالا بی تأثیر هم نیست. اصلا میفهمی چی داره میگی؟ نه، نماز یه امر خیالیه، چرا بفهمه چی داره میگی؟ نمیفهمه چی داره. متوجه نیست. دین خیالی میدونی چجوری میشه؟ پیغمبرش هم خیالی میشه. یه آدم خوششانسی بوده تو مکه به دنیا اومده شده پیغمبر، اگه ما بودیم ما میشدیم پیغمبر. بعد این پیغمبر هیچ ارتباطی حقیقی بین خودش و چیزایی که میگه نیست، مثلا نوار گوش داده اومده صحبت کرد. ما چون خودمون خیالی هستیم، ببین راجب معنویت هم که صحبت میکنیم خیالی صحبت میکنیم، نرسیده شنیده آقا حرف شنیده بده میکنه، مشکل نیست، چون خودمون کارامون خیالیه، دینمون هم شده خیالی. اصلا پیغمبر مقامی نداره که، یه خدایی یه جایی وایساده، بعد تو عرش خدا اونجاست، عرش هم یه جاییه، مثلا توی آسمونیه، میری یه جایی اینا. حالا اصلا اینکه این حرفی که میزنی جسم قائل شدن برای خداست، جهت قائل شدن برای خود، از این هست دیگه، مهم نیست دیگه، وقتی قرار دقت نکنیم دیگه دقت به چش نمی کن. بعد از اونجا یه ملکی میاد بال میزنه، میاد پایین، میگه یا رسول الله خدا سلام رسون، گفت اینو به مردم بگو. بعد پیامبر میگه مردم خدا اینو گفت، و پیامبر خیانت هم نمی کنه، این کلماتی که گفته رو میگه. خب الان خود پیغمبر وسط چی کاره شد؟ هیچی، یک کسی براش نامه آورد، نامه رو واسه مردم خوند، یعنی در حد یه پست چی پیامبر رو، نه که پست چی آدم بدیه ها، مثال دارم میزنم، پست چی تو مقام خودش کارش درسته، نه شما یه پیامبر رو داریش میکنی یه پست چیه که مثلا شما سواد نداری. یادتونه قدیم اینجوری بود دیگه، یارو بچهش میرفت ایرانی‌ها سر میرفتن ژاپن کار میکردن، پولش گفتن ارزش داره، یه کاری هم کردن که دیگه به این راحتی هم ویزا به کسی نمیدن برای ژاپن، انقدر خوب کار کردن
الحمدلله. بله بعد بچه از اونجا واسه ننش نامه میفرستاد، مثل الان این شبکه‌های اجتماعی و موبایل و این چیزا نبود که. بعد ننه هم معمولا سواد مثلا نداشت، نامه میومد در خونه مثلا یکی دیگر میزد، میگو مثلا اقدس خانم این پسرت که سواد داره بگو بیاد، میومد میگو نه این نامه رو واسه من بخون بچه‌م فرستاده. بعد یه چیزی هم میداد به این بچه، شکلاتی، شیرینی، یه باجی، یه پولی، چیزی به این میداد. این بچه هم نگاه میکرد این از چی خوشش میاد، اونا رو تو نامه اضافه میکرد، خودش اضافه میکرد که جایزه بگیره دیگه. اینجوری بود. خب حالا اگه این بچه سالمی بود که عین کلماتو میخون، میگفتن آدم امینیه. میگه فکر میکنه پیامبر این بچه هست که نامه رو بهش دادن، دیگه چیزی توش اضافه کم نمیکنه، عین نامه رو میخونه. خب این که چه مقامی شد برای پیامبر؟ هیچی. خوش شانسی میشه مقام پیامبر. با این که در حقیقت این معارف میوه وجود پیامبره، اصلا او به اون مقام، به اون افقی رسیده که اون حقایق رو دیده و تونسته واسه ما بیان بکنه. این یه رشد معنویه، یک حقیقته. قرآن یک حقیقته، یه نامه نیست که، یک حقیقت. پیامبر به تمام این باورهایی که در قرآن میبینید رسیده که تونسته بگه که حقیقت گفته. وگرنه این همه قاری قرآن چرا پیغمبر نمیشن؟ چرا اینه که قرآن رو میخونن پیغمبر نمیشن؟ اگه پیغمبر بخوندن این قرآن پیغمبر شده. میگیری چی میگم؟ دین یک امر خیالی نیست، یک امر واقعیه. این دینی که الان تو ذهن شماست که با مناسک تعریف میشه، یک امر خیالیه. اینجا سجده میکنی این ثوابو بهت میدن، اصلا دیگه مهم نیست برای چی سجده کنی. تو امر واقعی باید فقط برای خدا سجده کنی. ببین روزه مجروزه خیالی چه روزهیه؟ همینا که ما میگیریم از نماز مغرب میخوریم تا اذان صبح، یعنی تا خود دم اذان میگه دنگ دنگ، اینجوری میگه تا اونجاش من دارم میخورن تا میاد بگن اون من گفتم بهتون یارو داشت از اون میگفت، اومد بگه الله، گفت رادیو رو خاموش کن، آب رفت بالا. گفتم بابا اون رو خاموش کنی یعنی اذان نمیشه؟ اصلا چی میگی؟ حالا کار ندارم دیگه، این تا این حد که مثلا قلجونه رو گرفته میگه لول بگه الله اکبر، میگه خوب شد روزه این الان دیگه. این تا این اندازه خوبه. بعد بیدار میمونه، باز نمیخوابه، میگه نه الان بخوابیم زود بیدار میشیم ولش کن. بیدار میمونه تا آفتاب بزنه. آفتاب که زد دیشب خسته بوده، حسابی هم ریخته توی معده، اینم عین یه ماشین لباسشو هم جلوی میچرخونه، خسته میشه دیگه، میگه کپتو بذار من اینا رو هضم کنم. بعد این آقای مؤمن روزه‌دار کپشو میذاره میخوابه تا چه؟ تا 4 بعد از ظهر زیر کولر گازی، اتاق خاموش، ظلمات. بعد میگه خواب روزه‌دار حاج آقا میگن ثواب ببین. بعد ساعت 4 بلند میشه، نگاه میکنیم که تا 9 اذان 5 ساعت. سریالا تکراری دیشب و یه بار دیگه تکرارشو میبینه. این وسطش یه دونه جمونگ و مختارم که باید ببینن، وسطش هست دیگه اینا، چون تلویزیون الان این دوتا هست، بغلش یه چیزی پخش میکنن. بعد یه چیز اینا میبینه، گوشیش هم ور میداره، مثلا یه ذره با گوشی بازی میکنه، دو نفر زنگ میزنه، بعد مثلا میگه هوس دیگه، هوس میکنه دیگه، میگه بابا گرسنه‌مو شد، هنوز غذا دیشبی هضم نشد، یه معده میگه آقا یه دقیقه صبر کن این مونده مقدار اینا شما، میگه نه یه مقدار ضعف شد ولی چیزی نمیخورم، نگران نباش، هنوز مونده 3 ساعت دیگه تعزم مونده. میگه خب این بزن این بره پایین. بعد شما هیچی آقا، این 3 ساعت هم دیگه مثلا یه ظرف حلیم میره میخره، مامانش میگه من غذا پختم، میگه نه اصلا حلیم یه چیز دیگه است، حلیم بوغلمون، عینا که پنبه توشه نه، گوشت توش باشه واقعا. بعد میره میگه حلیم عمو حسن میریم میخریم، اون واقعی واقعیه. یه تبلیغ هم کردم عمو حسن با بچهش، ما جدا کار میکردیم، اشکال نداره بید بخیر حلیمش خوبه بیدن. آقا کار ندارم، حلیم هم میخره. بعد تورا داره میاد یه فروشگاه میره، چون گرسنم هست یا علم هم چیزایی که نباید بخره میخره، گشنش چیپس و پفک و این چیزا اینا خرید میکنه میاد. و دیگه مثلا یه ساعت آخر یه ساعت نگاه میکنه، این روزم از خیلی سخته آجا کار روز مالم از اون فلم. بعدم الله اکبر رمز عملیاتو میخونم
فاب دیگه، عراقی ها غافل شدن فابو گرفت. یعنی مامانه رفته چای بیاره میاد از دور اینه گرد و غبار نصف سفره، یعنی وای نمیستن ننشون بیان این لام از سبا. روزه داره دیگه، آقا می گرسنمون بود دیگه، گرسنمون چه خدا رو فراموش میکنیم ما، ننمون چه جا خوش داره. بعد میخوره تا تقریبا اینجاها، یعنی میگه یارو انقدر خورده بود داشت میورد بالا، گفتن آقا یه انگوش بنداز بیار بالا، گفت یه انگوش جا داشت یه خیار میخوردم خور کرده. بعد دیدید چی میشه، بعد میفته دم سفره، سر اینکه کی بره کنترلر تلویزیون رو بیاره دعواست، میگه تو برو، میگه تو برو، کسی نمیتونه تکون بخوره. بعد بالاخره یکی میره میاره، میزنن سریالات یعنی جدیده که میخوام فردا صبح تکرارشو ببینن و نگاه میکنن. و بعد این میگه من روزه گرفتم، خانم حضرت زهرا فرمود روزه واجب شد به شما واسه اینکه به شما اخلاص بده. به من بگید اخلاصش کو، بگو ببینم اخلاصش کو. استعینو به صبر و صلات، صبر میتونه روزه باشه. بسم الله ببینم کو چه مددی گرفتی از این روزه. برای همینه که فردای عید فطر با سه روز قبلش با دو ماه قبلش هیچ فرقی نمیکنه تو اجتماع، چون روزه یه امر خیالیه، گفته نخور از اون صبح تا اون موقع، وسطش میتونی فریبم بدی یا گول میتونی بزنی. ها این اصحاب شنبه بودن که تو قرآن اومده، میگه که یه پیامبری بود دید اینا اسباب صید ماهی دارن، حرفه‌ای شده بودن، یعنی رحم نمی‌کردن با محیط زیستشون. پیغمبر یه قانون گذاشت، گفت آقا یه روز تو هفته شکار ممنوع بشه. می‌خواست شروع بکنه که هی فصل ممنوع ایجاد بکنه، داشت دید داره به طبیعت ضرر می‌خوره. گفت بابا شنبه‌ها بی خیال شید، شنبه‌ها ماهی نگیرید. اینا هم گفتن یا رسول الله چش. حوض درست کرده بودن، وصل کرده بودن به دریا، حوضای بزرگ توش غذا ماهی می‌ریختن، وصل به دریا، ماهی ها می اومدن تو این درشو می بستن، یک شنبه طول می زدن پاش. گفت ما شنبه ماهی نگرفتیم. میمون می دونی چی کار میکنه؟ میمون اداهایی رو که می بینه تقلید میکنه، یعنی شما هر حرکت کنی تقلید میکنه. مثل این کاسکو هستن صدا در میارن تو خونه مذهبی ها. من یه بار تلویزیون دیدم پخش کرد، من بچه بودم، که آقای کاسکو یه اذان میگه، بعد برشونجا اذان میگه، خب اذان یادش دارن اذان میگه، کاری نداره که این بدبخت بیچاره رو توی خونه میذارن، یه نوارم میذارن صد بار تکرار بالا سرش، میگه سلام 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 سلام، اینم یاد میگیره میگه سلام. خب تو بهش یاد بده خداحافظ خداحافظ، میگه خداحافظ خداحافظ، فوش یادش بده فوش، چون نمیدونه چیه که بیچاره. میشه کمالیه که یک کاسکوی اذان میگه، چه کمالیه. خب یادش دادن میگه، ترانه هم یادش بدن ترانه میگه. میگه میمون ادا در میاره، باطن داستان خبر نداره. وقتی میخواد این اصحاب شنبه رو توصیف کنه تو قرآن، میگه اینا مثل میمون دیگه اینجوری بودن دیگه، اینجوری رفتار میکرد. ادا در میاری قرار شد شنبه، میخواد بگه طمع تو بکن، تو شنبه داری سید میکنی، چه فرقی میکنه؟ تو که از اذان مغرب داری میخوری تا اذان صبح. من دیدم تلویزیون بودم یا رادیو، اتفاقی همینجوری شنیدم، دکتر رو ورده بودن، دکتر تغذیه چی بخورید گرسنه‌تون نشه در ماه رمضان. آره میگه چیکار چی بخورین گرسنه‌تون نشه، یعنی عمرم ما نمیذاریم خدای تو نقشت عملی بشه، ما نقشتو رو نقشه وراب میکنیم. بعد اصحاب شنبه رو لعن میکنیم، خودمون که اصحاب جمعه ایم لعن نمیشیم، نه؟ این یعنی یک عبادت خیالی، فکر میکنه قضا نخوری یه چیزی میشه. آقا روزه اگه درست روزه بگیری، اگه درست رو منطقش روزه بگیری، از به شما چه میوهی میده این درخت روزه در وجود شما؟ یه متخصصی مثل حضرت زهرا میگه اخلاص، یعنی از خودت میاردت بیرون، گرسنگی تو باعث میشه گرسنگی دیگرانو بفهمی، بعد گرسنگی خودتو یادت بره، بعد بری تو نقشه کشیدن برای گرسنگی دیگران چیکار کنم اینا گرسنگی نکشن، شرمنده نشه هیچ مردی جلو بچه‌اش. ببین از خودت میکشدت بیرون، اخلاص میاره دیگه، خالص میشی برای خدا.
خودخواهی میاردت بیرون. درستش اون وقت اگه روزه رو امر حقیقی ببینی میفهمی این روزه های ما هیچ کدومش درست نیست. زنه پیش پیغمبر غیبت کرد از یکی پیغمبر، فهم برو روزه تو بخور، تو روزه نیستی که، تو روزه نیستی که، مگه روزه ای؟ اینجور که ما غیبت کردیم یه داداش مثل خودمون نمونده، حاجی همه برادرانش را خورد. گفت غیبت کردن گوشت برادر مومن خوردنه؟ گفت این حاجی انقدر غیبت کرده که حاجی همه برادرانش را خورد. هیچ گرگی اینجوری نمیتونه آدم بخوره که غیبت کننده میخوره. در اصل داره کیو میخوره؟ خودشو میخوره. گرفتی مطلب؟ پس ببین دین باید یک امر حقیقی باشه تا اعمال خاصیت پیدا کنه. مردمی که دین رو امر حقیقی نمیدونن، امر خیالی میدونن، همون روز اول که اومدن برن دین از دین یک امر خیالی درست کنن، حضرت زهرا چادر کشید سرش، چند کلمه باشون حرف زد، گفت ببینید نماز به شما واجب شد تنزیهن عن الکبر، این اومد تکبر رو به این ببره ها، حواستون هست؟ اگه امر خیالیش بکنید دیگه نماز میخونی، تازه بر تکبرت چی میشه؟ اضافه میشه. اگه فکر کنی نماز همین سرک، همین حرکات، همین سکناته، نمازت میشه یه امر خیالی. یه امر خیالی یعنی امر تو خالی، هیچی توش نیست، الکیه. اینجوری چون من گرسنه بودم آدم خوبی ام، چون تو گرسنه نبودی میری جهنم، اونجا مذاب داغ میزنن تو حلقت که تو روزه نگرفتی. ما روزه بودیم شما نبودیم. خب روزه چی بودی تو؟ هم که آره دیگه، غذا که نخوردم، غذا خوردم، خوب غذا خوردم، یارو استخر آب یخ درست کرده تا گردن رفته تو آب یخ شنده، اگه کلشه بکنه تو روزه باطل نه، مثلا آی سیستانی میگه باطل نیست، سرت هم بره تو آب باطل نیست، تا اینو نمیدونست با کلا کاسکت میرفت تو آب. به جان خودم میخندی؟ چی میخندی؟ کیسه میکشید یارو سرش کلا کاسکت میکرد روش میرفت زیر آب، میاد بیرون که خنک شه، بعد میگه روزه من باطل نشد دیگه، رفتم زیر آب. میبینی وقتی روزه بشه یه امر خیالی، بعد میبینی واسه این چیزا هزار تا هزار جوره. نه اگه کلتو اینجوری کنی باطل میشه، اونجوری کردی که باطل نیست، شده یه امر خیالی دور تا دورش از این سوالا میشه دیگه. من بودم، من یه جایی رفته بودم تبلیغ، این آمریکا چه بدبختی، ما هر چی می‌خوام میگیم ما آمریکا بودم. یه باری که به من گفت شما چقدر آمریکا میرین، گفتم بابا حرفو گوش کن، من میخوام اسم اون شهر رو نگم، میگم یه جایی آمریکا بودم. بعد زنگ می‌زدن اونجا سوال می‌کردن، محرم زون بود، ما رفتیم برای سخنرانی، گوشی برداشتن بفهمن حاج آقا بچه من تو مدرسه خورده زمین دماغش خون اومده، روزش باطل نیست؟ گفتم واش خون یه چیزی تو میشه دوست دارین دیگه، هی سوال چرت و پرت بکنی، منم هی چرت و پرت جواب بدم، هی بری بنویسی سختش کنی، آخه دماغش خون اومده چه ربطی به روزه داره؟ حاج آقا ما ماه رمضان بودیم یه تیکی تای گلو احساس کردم بعد اینو قورت دادم الان روزم باطل شد. ببین شده امر خیالی، کنارش هزار تا حکم اینجوری درست شد، چون رجب راجب حقیقت روزه سوالی نداشته که آقا اگه ماشین رد شه دودش بهمون بخوره روزمون باطل یا باطل نیست؟ اون چه خریه که وقتی میاد نماز باطل میشه؟ میخندی؟ همین مطلب اینا رو میگفتن رو چیزا دیگه، میگه مثلا یارو آب نداشته، آبی که داشته کوزه آبش رو خرش بوده، خره گم شده بوده، بعد میخواسته نماز بخونه دیده آب نیست، وقتی آب نیست تیمم میکنه، تیمم کرده داشته نماز میخونه صدا خرش میاد، بعد یعنی آب اومده، بعد نمازش باطل میشه دیگه، بعد بره وضو بگیره. خب این یعنی چی آخه؟ آقا جون مادرت ولمون کن. ولی خب اینه دیگه. آره اون که کدر میاد نماز این باطل میشه، روزه اونم باطل، این زنم به اون مرده میره تو بازی دیگه. بعد میگه آره این شوهر این زنه بوده غایب شده، فکر کردم مرده، به این داده بودن نماز براش بخونه، اونم براش روزه گرفته بوده، وقتی زنده باشه هم نماز این باطله هم روزه اون. بعد زنش هم شوهر کرده بوده، این شوهرم به این میشه نمیدونم چی، یک دری ولی میدونی چرا اینا رو میگی؟ بعد الان میگن حاج آقا اینا شما داری احکام، آقا شما دینو کردی یه امر خیالی، به جای اینکه راجع به اصل دین صحبت بکنید زدی به این چرندیات. ولکن هم نیستی،
سوالی هم که ایجاد میشه در هم، خب در همین امور برات سوال ایجاد میشه دیگه. آقا من دستم اینجوری گذاشتم اشکال نداره؟ بعد پام اینجوری شد چی؟ ما رفته بودیم کلاس قرآن برای مربیگری، رفتیم کلاس تجوید، بعد شیطون بودیم اذیت میکردیم. مربی اومد گفت که آقا وقتی میخواد واد بگید این زبان میخوره، بغل زبان میخوره به این بغل دندانهای صنایا، صنایا میگن نمیم یعنی چی، دندان آسیاب نم چی میخوره این بغل. بعد میگی ولا والی، ما مسخره بازی میگیم. تو گفتیم استاد اگه این ورش دندون نداشت چی؟ گفت خب بزنه به اون ور، بگه ولا والی، حاله هم میده. گفتیم استاد این ورش نبود چی؟ اون بیچاره هم ساده جواب میداد. گفت نه این دندون پایینش، بالا نداشت پایین. آقا پایین هم یکی دیگه بچه ها گفت استاد این پایین اگه نبود چی؟ گفت بزن به اون ور. بعد گفت اون ور اگه نبود. و بعد استاد بنده خدا هنوز هم نفهمیده بود سر کار اینا دارن اذیت میکنن. گفت آقا مگه برای استثنایی هم میخواید برید زواج؟ خب بله اگه نماز بشه ولی والین. بعد راجع به مدش صد تا نظر فقهی میاد بیرون که چهار حرکت بکشیم یا شیش حرکت، یا شیش حرکت لازم است یا لازم نیست. بعد احوت اینه که شیش حرکت رو بکشیم، ولی علل اقوا اگه نکشیدیم مشکلی نره، اما احتیاط واجب اینه که بکشید. ولی میتونی از من تقلید نکنی چون احتیاط واجبه، یکی دیگه تقلید کنی. بعد من دیدم تو نماز امام جماعت نماز خونده، مأموم اومدن دعواشون شده که حاج آقا ولزالین رو چهار حرکت چرا کشید، چرا شیش حرکت نکشید؟ بعد طرف میگفت شیش حرکت کشیدم. میگفت من خودم شمردم چهار حرکت شد. گفتی ولزالین نجیش نشد. بعد اون میگفت بابا مرحوم فلانی میگفت اشکالی نداریم. گفت اما مقلد مرحوم فلانی نیستیم که، فلانی چی میگه؟ بعد اون گفت آقا اون چی؟ آقا دعوا بود سر مد ولزالین، به عقل جن نمیرسه یه همچی چیزی این بلا رو سر نماز بیاره کسی، که اینا تو نماز حواسشون به ولزالین و حاجاقاشون بوده. خداش کو؟ خدا کو؟ یکی الان قنبه تکبری که تو با تکبر اومدی به حاجاقای بگی تو مدت چهار حرکت بود باید شیشتا بکشی. دعوا آقا دعوا شده بود تو مسجد سر مد ولزالین. بعد اون میگه من اقتدا نمی کنم باطله. وقتی دین میشه یه امر خیالی دعواها هم میشه این چیزا، سطح دعوا میاد تو مد ولزالین. کسی نمیگه آی نماز آگین پس از 70 سال، کو تحول، کو ترب، کو شور و حال. تو با خود آقا شما فرض کن کیو الان خیلی دوست داری ببینی؟ مثلا یه فوتبالیستی، بازیگری، خواننده‌ای، چه می‌دونم یه کسی رو، مثلا مسئول یک چه عارفی چیزی دوست داری ببینی. فرض کن حالا اون که دوست داشتی رو رفتی دیدی. الان تو این خونه مثلا یک فوتبالیستی که تو دوستش داری یا یک بازیگر سینما یا یه سلبریتی، یه کسی که دوستش داری. حالا به اینا هم فوش میدن، همم دوستشون دارن. من خیلی هم عجیبه که ملت ما مثلا به این سلبریتی ها فوش میدن بعد میبینن باشون هم عکس میگیرن. من اینه دیگه نمیفهم یعنی چی. مثلا تلویزیون ما صبح تا شب یه کاری کرده سلبریتی شده فوش، یعنی انگار فوش دارن میدن به یکی میگن سلبریتی. بعد تو تمام جشناشون هم همینا رو دعوت میکنن. بعد یکی از همین سلبریتی ها یه جمله‌ای بگه به نفع اینا باشه دیگه ولش نمیکنن. بولد آقا دیدی چی فلانی چی گفته؟ تا دیروز که میگفتید این کافر عربیه چه جوریه؟ ولی حالا اصلا من کار به این حرفا ندارم. شما یه کسی که دوست داری رفتی دیدیش، آقا فرض کنید مجنون با لیلی توی جایی قرار گذاشتن، توی مکانی، توی معبدی رفته بودن با هم اونجا نماز بخونن. بعد رفتن نیم ساعت هم با هم بودن، بعد مجنون از در اون معبد بزنه بیرون یا از تو اون کافه بیاد بیرون که با معشوقش اونجا قرار داشته، حالش چیه به من میگید؟ چه حالی داره وقتی میاد بیرون؟ سر حال نیست، سر کیف نیست. دیدید میگم بچه ها، میگه حرف راست از بچه بشنو، گفتم بچه خودش میاد بیرون چون خودش بیرون حرف راست میزنه. بچه ابتداییه به باباش تو تهران گفته بود تو هم مسجد میای من میفهمم نمازت قبول شده یا نه. گفته بود از کجا میفهمی؟ گفته بود بابا وقتی خوش اخلاقی از مسجد میای، خوش اخلاقی، میگم خب پیش خدای مهربون بوده، ببین چقدر حالش خوبه، مهربونه، میفهمم نمازت قبول شده. وقتی از مسجد میای بد اخلاقی، الکی به مامان گیر میدی، دعوا میکنی خونه،
میگم مگه میشه از پیش خدای مهربون انقدر بد اخلاق بیاد؟ پس بابام پیش خدا نبوده، پس نمازش قبول نشده. بچه فهمیده آقا نماز خیالی میخونیم که بعد نماز حالمون از خودمون رو بغل دستیم به زور به بغل دستیم میگه قبول بشه قبل الله، اگه مجبور بوده اومده مسجد، بعد مسجد میاد بیرون اعصاب خراب، زنگ خونه رو میزنه میگه باباتون اومد. دیدی بچه ها در میرن؟ بعضی بچه ها تو بعضی خونه ها هست بابا میگه بابا اومده، انگار مثلا اژدها وارد میشود، فرار میکنن همه بچه ها. میگه من خوابم. تو از کجا اومدی؟ نماز بودی؟ پیش خدا بودی؟ همنشین خدا بودی؟ کو عطرت؟ کو رنگت؟ کو بود؟ نماز نبوده، داره خودشو محافظت میکنه. شنیده اون ور دنیا وقتی میمیره یه جای یه قابلمه آب داغیه، آدم میندازن توش، میخواد نیفته تو اون قابلمه آب داغه. این نماز نخونده اصلا، یه رکعت نماز تو عمرش نخونده، این مواظب خودش بوده. طرف از بنی امیه است، یه آدم چیزی خاصی بود. من آقا اینجا فرقه نیستا، من اینجا اصلا کاری ندارم شما دینت چیه، شیعه، سنی، یهودی، مسیحی، من راجع به انسان صحبت میکنم. اینجا مثالی هم میزنم از رو غرض و مرض نیست، من کاری ندارم. اصلا دیدید که من به خودم الان رحم نکردم، نصف مثالا رو خودم گفتم سخنرانی میکنه فلان. میخوام بگم اون چیزایی که تو ذهنتونه بذارید بیرون بیاد اینجا. من چه کار دارم تو به چی فکر میکنی؟ تو فکر میکنی شیعه ای، تو هم فکر میکنی سنی. حقیقت که باید بری ببینی عملمون چقدر شبیه پیامبره، که چقدر شبیه یک انسان کمال یافته است. که شما انسان کمال یافته باشه اصلا نمیپرسی که دینت چیه، چه کار دین یارو داری؟ کمال یافته است میشینی پاش. شما میدونی ماندلا دینش چی بود؟ کی بود هند؟ گاندی. شما دینش میدونین چی بود؟ چه کار دینش داری؟ شما مثلا ویکتور هوگو میدونی دینش چی بود؟ مادام کوری میدونی دینش چی بود؟ ادیسون میدونی دینش چی بود؟ تسلا میدونی دینش چی بود؟ چه میدونید دین اینا چیه؟ اینا به بشر خدمت کردن، همم دوستشون دارن، همم اینا رو آدم حسابی میدونن. این تموم شد رفت. تو آدم حسابی باشی کسی با دینت کار نداره، منتها آدم ناحسابی واسه توجیه کاراش دنبال یه بهانه میگرده به اسم دین، میگه آها ما دینمون. من پس اگه مثالی میزنم کاری به فرقت نه، من دارم حرفو میخوام مطلب جا بیفته. آقا یارو رفت بنی امیه بود، عبادت، نماز، دعا تو مسجد، اومدم بهش گفتن که بلیتت برده دیگه، تو شدی خلیفه. قرآن بوسید گفت هازا فراغم بینی و بینه، تموم شد، رسیدم اونجا که باید برسیدم. خداحافظ شما. رو هرچی قرآن نخوندم سفید کرد این آدم. آقا من داشتم میخوندم که برسم، رسیدم دیگه. الان دم انتخابات شده، یارو کاندیدا شده، اتفاقی هم تایید صلاحیت شده، چون مثلا معمولا نمیشن، یه دفعه این شده، بعد هیچی، الان شده مؤمن بالله، نماز میخونه 45 دقیقه. و خیلی علاقه هم داره منو ببینه، اونم ببینه اونم. بعد میری میشین میگه آقا من فقط برای خدا میخوام برم. من به همه شون میگم برای خدا نرید، هر کدومتون از من مشورت میخواید برای رضا خدا نرید. آقا یه بار یه جوری بشه بگن کاندیدا نیست واسه قبول این مسئولیت، بعد ما بریم در به در دنبال آدم حسابی ها بگردیم، قانعشون کنیم که برن یه مسئولیتی به عهده بگیرن. ولی تا میگم مسئولیت یه دی زیادی که لایقن و لایق نیستن میدونن، دیگه اون وقت کار همونی میشه که تا حالا شده. همه میگن ما بیایم ما خوبیم. آره باغبون قمیه بنده خدا باغ انار داشت و یه طایفه ای از مریخ اومده بودن قم برن زیارت حضرت معصومه، بهش گفتن میشه ما تو این باغ تو زیر درخت غذا بخوریم؟ گفت نه، دفعه قبلی ها که هم مریخ اومده بودن این انارا رو کندن خوردن، نداداش شاخه ها رو هم شکونده بودن. گفتن نه ما خوب خوباشونیم. گوه مگه تو مریخ آدم خوبم هست؟ گفتن بله ما طایفه خوبشیم، اونا طایفه بدامون بودن. این بیچاره قمی ساده این ما سر و ساده اینه بیچاره خام شد. گفت باشه دیگه، حالا عشق حضرت معصوم است، بیا تو این باغ خدا وکیلی به این نارا دست نزنیدا. گفتن باشه. به انار میگن نار دیگه باغ اونا. هیچی
آقا این باغبونم اعتماد کرد بیچاره، رفت کاری داشت یه سیگاری بخره نم چیکار کنه بیاد اینا، اومد و دید که هیچ نه شاخه شکسته نه اناری چیده شده، همه چیز داره. گفتن دیدی ما خوب خوبیم، گفت دمتون گرم زیارتتونم قبول بشه. آقا اینا رفتن این نگاه کرد دید این انارا انگار چروکه جوریه، رفت جلو فشار داد میگه اینا آب لمبو کردن رو درخت میخوردن فوت میکردن توش، این اینا رو فشار میده میگه پس میگه به خوب خوباتون لعنت. حالا هر کی هم میاد میگه ما خوب خوباشیم، ما خوب خوباتون هم دیدیم دیگه. آقا نرید برای مسئولیت دعوا نکنید، ولش کنید بذارید چهار تا آدم حسابی بیاد. آخه تو که میدوی برای مسئولیت، آخه تو چه جوری اینقدر شیفته خدمت اینجوری، بعد همه خودتو گذاشتی سر کار، داری به خودت دروغ میگی. تو 45 دقیقه نماز طول میکشه آقلام هستم، بعد تو تمام ختمه مردم میری شرکت، از کی تا اینقدر مردمی شدی؟ تو ختمهشون الان تو همه ختمه برید هرچی کتشلواری نشسته اینو کاندیدا شدن، کتشلواری که نمیشناسید کاندیداست حتما، معمولا هم یه رنگای جیغ میپوشن دیدشن، مثلا اینکه خیلی سفید پوشیده، خیلی مثلا دیدی ارگ اتو بیشتر گریه میکنه، بعد تو بابات مرده میگی تو آقا بابا من مرده تو چرا انقدر گریه میکنی، فکر میکنی باباش مرده نه کاندیدا شده، این میگه عزیزم من میخوام برم مجلس از تو دفاع کنم. دین بشه امر خیالی، خودتو میذاری سر کار، یه وقت میبینی هزار رکعت نماز خوندی و نماز نخوندی، 30 سال روزه میگیری و روزه نگرفتی. دین امر حقیقیه، نماز باید خاصیتشو بعد نماز احساس کنی، اگه نکردی نخوندی. بعد ماه رمضان با قبل ماه رمضان باید فرق کنه، مردمی که فرق انسان حقیقی با انسان خیالی رو نمیفهمن، فرق دین حقیقی با دین خیالی رو هم نمیفهمن. بعد خانم حضرت زهرا میاد اون وسط بهش میگه بابا دین یه امر حقیقیه، نماز باید تکبر رو بین ببره، خودم تو قرآن گفته بود. خب نخوندید، من باید بیام بهتون بگم، مگه نگفت ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، این نماز حقیقیه که تو رو از گناه باز میداره. مگه میشه نماز خوند و تو دلم پره گفت صبح بر کف توبه بر لب دل پر از شوق گناه، خنده میآید خدا را از این استغفار ما. اون وقت دین مجازی، دین خیالی باعث میشه تو انسان کامل رو نبینی، زیر دست و پات لهش کنی. حرفم تمام.